اونها برای و از بحث اول صحبت از محاصره بود و اونها در باره محاصره نقشه میخواست و این نقشه تفصیل از دوستان که تهیه شده بود بهشون دادم، یه نقشه عادی بود. اونها گفتن که این نقشه به نظر ما درست نمیاد و بنابراین لازمی که ما از نزدیک بریم و اونجا رو ببینیم. اونها رفتن و من یکی از دوستانی که در اونجا منزلی منزل فقل منزل امام داشت معرفی کردم و اینها رفتن اون منزل رو دیدن. در مراجعه وقتی نشستیم صحبت کردیم گفتن که این منزل محل بسیار مناسبی است برای انفجار. گفتن خیلی خوب، انفجار چی؟ و بحثش راجع به انفجار و محل صورت گرفت، چگونه و چنو. بعد هفته بعدش که دو هفته قبل از دستگیری من بود آمدن و گفتن که سازمان ما تصمیم گرفته که اونجا رو از دو طریق بکوبه، یکی با توپخانه، یکی هم با احیانا انفجار از داخل اون منزل. بمبگذار پاس که مخفف پاسداران رژیم سلطنتی است کشف شد. مسئله آقای قطب‌زاده هم در همون زمان ها مشخص بود و اولین برخوردی که در رابطه با براندازی با اطلاعاتی که از ایشون به دست آمد در این زمینه جلسه ای بود که ایشون داشت با آقای امیر ابراهیمی عضو کمیته مرکزی حزب ایران که همراه آقای شاپور بختیار جز مؤسسین این حزب بوده طبق اطلاعی که من دادن و در زمان رژیم سابق استاندار پهکیلویه بوده و همه کاره آقای حجب یزدانی و همچنین جواد خدایی که یکی از خانهای لرستان و قاچاقچیان معروف و فئودالهای اونجا و سرهنگ دهبان آذر و تا دیگه افرادی که فراری هستن که اصولاً